خب، برتان وعده داده بودیم که ما در بخش خانواده یک کارشناس خیلی متفاوت را با خود داریم. خانم میترا بابک را شاید بشناسین، پژوهشگر، کارشناس و همچنان روانشناس بسیار زبده بین المللی که امروز میخواد درباره نقش خانواده با شما صحبت بکنه و قول داده که همیشه همکار برنامه صبح آرزو باشه. بیشتر از این منتظرتان نمیمانم، میریم با همدیگر حرفهای خیلی زیبای خانم میترا بابک درباره خانواده کردن در اول برنامه. ما و سلیمه خیلی درباره خانواده و نقشهای صحبت کردیم. حرفهای خانم میترا بابک را با همدیگر بشنویم. اولا با یک دنیا درود و سلام به تک تک شما عزیزان که دارین این برنامه خیلی خوب و مفید رو میبینین. نوروزتون پیروز باد. امیدوارم برای همه شما افغانهای عزیزم نوروز سالی بسیار بسیار خوب و خوش و سلامتی باشه برای همه تون، مخصوصا آزادی و آرامش. امیدوارم جنگ هر چه زودتر تموم بشه و همه بریم به سوی عشق و مهر و محبت. موضوعی که میخوایم امروز در موردش صحبت بکنیم در مورد نقش خانواده بر کودکه. موضوعی که خیلی مهمه، من فکر کردم که چقدر خوبه که در اول سال ما از خانه صحبت کنیم و نقش پدر مادر، که این پدر مادر چه نقشی میتونن برای فرزندانشون داشته باشن. یادمون باشه که اگر فرزندتون، مهم نیست چند سالشه، مهم نیست حتی زن گرفته یا شوهر کرده، یا اینکه ممکنه فرزند در راهه، یا اینکه فرزند کوچیکه، یا اینکه خورده، و یا اینکه اصلا هنوز ازدواج نکردین، مهم اینه که ما نقش خانه رو خیلی خیلی مهم و جدی بگیریم. یادمون نره ما وقتی به دنیا میاییم نه اسممونو، نه پدر مادرمونو، نه کشوری که به دنیا میاییم، نه خانه‌ای که توش به دنیا میاییم و بزرگ میشیم، نه عقیدمونو، هیچیمونو خودمون انتخاب نمی کنیم، بلکه این خانه و خانواده است که انتخاب میکنه. پس نقش بسیار اساسی و مسئولیت بسیار سنگینی رو داره. پدر مادرها باید بدونن که الان قرن 21مه. متاسفانه ما داریم میبینیم طالبان، داعش، همه این مصیبت ها رو داریم روز به روز داریم میبینیم در سالی که قرن 21مه. اما من میخوام من و تو، من و شما، ما باید تغییر کنیم. انسان باید از خودش شروع بکنه. حالا شما پدر مادرها، مهم نیست بچه‌تون چند سالشه، هرگز دیر نیست برای تغییر رفتار اخلاقی و اصولی در برابر فرزندانتون. اولین کاری که میکنین باید یک خشکشویی بدیم. همه ما باید بدیم. ما تنمونو میشوریم، ما لباسمونو میشوریم، چجوری افکارمون رو شستشو ندیم. این در درجه اول باید باشه که همه شما که الان نشستین فکر کنین که من چی رو باید یک خشکشویی بدم تو افکارم، تو رفتارم، تو احساساتم. برای اینکه هر چی که شما هستین یادتون باشه که این تبدیل میشه به خانواده، یعنی نقش شما میره سراغ خانواده، خانواده میره سراغ فرزند، فرزند از شما کپی برداری میکنه، فرزند از شما الگو برداری میکنه. هر چی که شما هستین ممکنه همون رو برداره و الگوی خودش بشه. خیلی مواقع فرزند ممکنه برعکسش بشه، یعنی میشه دو تا افراد و تفرید، و این دوباره از نظر روانی سالم و سلامت نیستش. پس در درجه اول بعد خود پدر مادر یک خوشرویی روان بدن، بگن از همین امروز که سال نوه من میخوام خودم رو تغییر بدم. بشینین فکر کنین ببینین چه چیزایی رو باید تغییر بدین که نسل بعدی رو ما بهتر بکنیم. یادتون نره و حتما هم یادتون نمیره که سالهای سال زیر جنگ و خون و خونریزی و عداوت هستیم و ما میخوایم حالا نقش مهربانی رو جایگزین بکنیم در خانه، خانه شما، در قلب شما و همچنین در اون کشور بسیار زیبا و وسیع که چقدر نابرابر از بینش سعی کردن ببرن، ولی شما مردم افغان هرگز نمیذارین این نابرابرها از بین ببرن. پس کاری که باید بکنیم در درجه اول خودمون رو تغییر بدیم، یک خوشرویی بدیم. حالا فرزندها مختلف، یعنی من همیشه میگم از وقتی که کاشته میشه تا وقتی که برداشت میشه این کودک، اون دوران حاملگی بسیار دوره مهمیه. این دوره حاملگی رو هم خانوم و هم آقا، هم مهربان و هم مهربانو باید رعایت بکنن، چرا که جنین همه چی رو میشنوه و همه چی رو حس میکنه. بعد که بدون این خیلی وسیع گفتگوش، من در رادیو آزادگان سوئد مرحله به مرحله یک ساعت صحبت کردم، میتونین برید تو آرشیو اونجا ببینید. بعد که
به دنیا میاد. حالا اسمی که انتخاب میکنین دوباره خیلی مهمه که فردای روزگار که بزرگ شد از اسمش خوشش بیاد. اسم روی شخصیت کودک خیلی تاثیر میذاره. شما نباید اون چیزی رو که شما دوست دارین بعد فکر کنین که جامعه چیزی رو بهتر میتونه بپذیره که فرزندتون فردا از اسمش متنفر نشه. این خیلی مسئله مهمیه. بعدش هم چجوری رعایت بکنین، مرحله به مرحله رعایت بکنین و مواظب باشین که این فرزند آسیب‌های مختلف نخوره. یادتون باشه کودک دلایل بیدلیل گریه نمی‌کنه. اینو حتما یادتون باشه. کودک حتما یا دل درد داره یا گوشش درد می‌کنه یا گشنشه یا جاش خیسه. حواستون باشه با عشق و محبت باید با کودکتون صحبت بکنین، چون این عشق رو و هرچی بارورتر بکنین کودک سالمتر بزرگ میشه. مهم نیستش که کودک تو قصر زندگی میکنه، مهم نیستش که کجا داره زندگی میکنه، هر کودکی آسیب میخوره. من همیشه میگم از کاخ تا کوخ ما آسیب خورده ایم، اما کودکی که با عشق پدر مادر حتی فقیر بزرگ شده از نظر روانی سالمتره تا کودکی که تو قصرش بزرگ شده. اینو حواستون خیلی باشه، یعنی بدونین که بهترین سرمایه که میتونین به فرزندتون بدین عشق و محبت و نوازشه. یه ریسرچ یا تحقیق کردن توی این پرورشگاه دیدن که بعضی از کودکان بیدلیل دارن میمیرن، هیچ مشکل فیزیکی نداشتن. بعد که تحقیقات بیشتر و وسعت پیدا کرد متوجه شدن که چون اینا میمادن فقط شیر میذاشتن تو دهنشون و شیشه شیرو و جاشون رو عوض میکنن و هیچ کس نازشون نمیکشید، هیچ کس باشون حرف نمیزد، از نداشتن عشق مردن. یعنی شما نگاه کنین وقتی حیوان به دنیا میاد حیوان چجور لیست میزنه اون فرزند به دنیا آوردشو. دائما باید حواستون به فرزندتون باشه، محترمانه باهاش صحبت کنین، مثل بچه با فرزند نباید صحبت کنین، مثل آدم بزرگم نباید صحبت. خیلی خیلی لطیف به سن بچه باید باهاش صحبت کنین. احترام یکی از کلیدی ترین کاریه که شما میتونین یه فرزند سالم تحویل بدین. یعنی حتی اگر فرزندتون کودک نوجوان جوونه، اگر احترام نمیذارین بسته دیگه، از امروز متوقفش کنین. شما وقتی احترام بذارین کودکتون بهتون احترام میذاره. یادمون باشه کودک ما نباید از ما بترسه، اگر از ما میترسه پس معنیش اینه که ما رو دوست نداره، فقط از روی ترسه. این احترام نیست. این متاسفانه میگن وقتی میترسه فکر میکنن که پدر مادر داره احترام میذاره، در صورتی که این اصلا احترام نیست. حواستون رو خیلی جمع کنین، احترام رو خیلی خیلی زیاد به فرزندتون بدین، به کودکتون عشق و محبت بدین، نوازش هرگز فراموشتون نشه، تبعیض هرگز قائل نشین بین فرزندانتون، بین دختر و پسر تبعیض قائل نشین. مواظب باشین که کودکان دقیقاً این احساسات رو احساس، یعنی وقتی فکر بکنن که شما چرا برای یکی یه فرزند دیگه یا بهتره یا چون پسره، حالا در مورد اینم حتما در موردش عمیق‌تر و وسیع‌تر صحبت میکنیم. بعضی وقتا پدر مادر قربون صدقه بچه برادر و بچه خواهرشون میرن و قربون صدقه بچه خودشون نمیرن. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. هرگز هرگز این کارو نکنید، چون بچه‌هاتون پر از عقده میشن. عقده خیلی خیلی مشکل ایجاد میکنه. مرحله به مرحله هست. مرحله نوجوانی مرحله بسیار دوباره حساسیه. این مافیای حالا عقیدتی، مافیای مواد مخدر دائما میرن سراغ بچه‌هایی که پر از عقده و کمبود هستن، چون سنیه که میتونن شکارشون بکنن. پس حواستون باشه تو هر سنی باید مراقبت از روح و روان این عزیزا و این فرشته هایی که خودشون نخواستن به این دنیا بیان، بلکه شما آوردینش، پس مسئولیت و وظیفه باید با شما باشه و تمام تلاشتون رو بکنین که این عشق و محبت رو بیشتر و بیشتر و حرمت و احترام رو بیشتر و بیشتر بکنین. توی مدرسه حواستون باشه، هرگز نگین چوب معلم گله. نه، هرگز نباید چوب معلم گل باشه. هرگز بچه‌تون رو کتک نزنین، نه کتک فیزیکی و نه کتک روحی روانی. هرگز این کارو نکنین، برای اینکه کودک ضربه شخصیتی میخوره، عقده پیدا میکنه، فردا خودش بچهش رو میزنه، یا اینکه برعکس بچهش رو بیش از حد ممکنه لوس کنه. فرزند رو نباید لوسش کرد و نباید تحقیرش کرد. فرزند رو باید تشویق کرد، انسان رو باید تشویق کرد. حیوان رو وقتی تشویق میکنین چقدر خوشحال میشه. گیاه رو وقتی با عشق بهش آب بدین
تراوتش بیشتر میشه. وای به حال انسان که به اصطلاح ما اشرف مخلوقاته. پس خیلی احتیاج داره به این نکاتی که من در موردش ذکر کردم. خیلی خیلی خوشحالم که برنامه رو با شما شروع کردم. هر سوالی که دارین امیدوارم در آینده وقت بیشتری بتونم من برای شما داشته باشم که شما بیاین رو خط و از من هر سوالی که دارین در هر موردی، هر سوالی که دارین از من بپرسین تا من در خدمتتون باشم و سوالاتتون رو جواب بدم. دوباره سال نو، نوروز نو پیروز باد، ولی در کنارش افکار و عقاید نو، احساس نو و رفتار نو پیروز باد.